أستاذ بيامة، دي يعني این پروژه وقتی که دو پروژه داد قابل یک دیگر قرار میگیرن، عملا به چی معنی است؟ یعنی شما از معاصری اقتصادی چی حرف زدن؟ شما از یک پروگرامی که بتانم در مقابل جهش اقتصادی چین، عملا چگونه این کار خواهد کرد؟ این پروژه در مقابل جهش اقتصادی چین، در مقابل پروگرام وان بلت وان روت. خدمت شما عرض شده که خب قبل از اینکه برم به اصل سوال شما، میخوایم یک چیز بگویم که افغانستان متاسفانه که از جاده ابریشم مانند یک ارزش تاریخی خودش تا اندازه استفاده نکرد، هیچ استفاده ندارست. بالای دریای امو استفاده شد، پاروی دریای امو استفاده شد، و مجرد که خط ابریشم مطرح شد، در نقاطی که خط ابریشم میگذشت جنگ آغاز شد، جوزجان و فاریاب و مزار و تخار و بدخشان و قندوز و نقاط در حقیقت نام ساختن تا بازم گوادور، بازم پاکستان مطرح شد و در حقیقت از برن قرقزستان از بالا بیان، از سکیان بیان پایین بیان و برن بیرون. از این لحاظ فکر میکنم که در پالوش که ما شما فیدیم پاکستان یک مزله است برای گذشت ای خط از کشمیر، گذشت از این از افغانستان هم مطرح است، بخاطر که ما در حقیقت مدیریت کارا تا را نداشتیم که بتونیم از ایک استفاده بکنیم، و در حقیقت افغانستان هم نباید کم گرفت و شاید پاکستانی ها در خاک خودشان هیچ گونه مشکل را خلق نکنند و مشکلی که خلق میکنند در افغانستان است. ما میگم عمدتاً این چند بودی حرکت ها انجام میشه. حرکت های اول نوی حرکت های همکاریه که ایندی ها هم روی امریکایی ها انجام خود دادن و در حقیقت شاید هم پاکستان وادار شده که چنین کار را انجام بتن و در پالوش هم کشورهای پاسیفیک هم روشان همکاری انجام بشن، که در حقیقت یک نوع حرکت های جدی و همین بار هندی ها با همکاری آمریکایی ها در حقیقت شاید هم در یک توانی، شاید هم بزرگ فرصت یک سازمانه که اینا در حقیقت اون انسجام شوند در اونجا شاید بوجود بیه و آمریکایی ها در راست آمریکایی ها برای اینکه آمریکا سخت تلاش میکنه که سازمان های اقتصادی قدیمی را در حقیقت شکلش تغییر بده و در حقیقت روند و حرکات درونیش تغییر بده، چی ناتو باشه که رسما انتقادش میکنه، چی اتحادیه اروپا باشه، چه چیزی باشه، میگن که ما تغییر میتونیم. حتی مسئله او سازمانی را که کانادا، آمریکا و مکزیک همراه از روی یک جای هستن، همون هم در حقیقت امریکا تلاش میکنه که تغییر بده و به نفع خودش و شاید هم به نفع خودش که میگن ما زیاد خرج نمیکنم برای نامصرف نمیکنم کار انجام بده، مثل که ناتور انجام میده. جانب دیگه نه، یک اتحاد دیگه انجام میشه که اتحاد رقابتی انجام میشه. ایرانی ها سخت متوجه خودشان هستن برای اینکه با رفتن ترامپ با عربستان سعودی و وعده هایی که برای عربستان سعودی داد با 110 میلیارد قرارداد که انجام شد و بعد او با صراحت و لهجه که در اسرائیل مسئله ایران مطرح کرد، ایرانی ها سخت تلاش میکنن خود نزدیک با روسیه بسازن و روس ها هم با چینایی های نزدیک بسازن. در حقیقت جزیره ایروشا را و که جزیره نمای جهانی میگنش، اینه میری سه تا کشور یا خود بریکس در مجموع نگاش کرد. این در حقیقت نوع اتحاد از ایران انجام میده و یک نوع رقابت جدید را خلق میکنه. شاید این رقابت هم رقابت قاتلانه نباشه، شاید در درون جا رقابت قاتلانه باشه، ولی بازارهای خود این چینایی ها و روسها شاید بر ایرانی ها تاندازی باز کنن تا فشاری که بالای امریکا بالای از اینا وارد میکنن تاندازی وقت قوی نباشه، ولی هیچ گاهی مانایز نداره که در حقیقت حرکات آمریکا را اینا برانگیخته بسازن در مقابل خودشون، برای اینکه بازار کلان است. چینایی ها و روسا هم در حقیقت خودشون دارن. چینایی ها یک فایده دارن استاد، بسیار فایده کلان. اینا یک بازار، یک تقاضای داخلی فراوان دارن. تقاضای از اینا هم در تن به حدود 200 میلیون واحد تقاضا است که در حقیقت اگر ما یک مصرف کننده رو بگیریم، 1,400,000,000 نفر تقاضامند فقط در درون خود چینایی ها وجود داره. مثل که ایندیا هم چنین چیز دارند. در حقیقت کلانترین حرکات است که اینا میتونن بازار داخلی از اینا بسیار تقویه کننده خودشان هم باشن. از این لحاظ فکر میکنم که اگر ما بتونیم یک رول رو بازی بکنیم، متاسفانه که تا هنوز در میدان ما هیچ بازیگر خوب نیستیم، بر ما میتونه که یک کار خوب انجام شوه و ما میتونیم که از یک چالشی که وجود میه فرصت تبدیلش کنیم و فرصت رو بس بریم. ولی هیچ وقت ما به معتقد نیستم که این حرکت رای ابریشم نو یک فرصت نباشه برای افغانستان. این رای فرصت است و همیشه ما این فرصت ها رو متاسفانه که از دست میدیم. و لیکن سوالی که وجود داره، آیا واقعا یک چیزی هست یا نه؟
یعنی رای ابریشمی نه او چیزی که امریکا پیشنهاد میکنه. وقتی که مشکلات مثلا حضور پاکستان دی میبینیم، پاکستان چقدر حاضر خواهد شد که همکاری کنم، مثلا جنگ و بیامنیتی که میبینیم، مثلا سفر ترامپ که به سعودی میبینیم و از رقابت های جدید و از کشمکش های جدید در اینجا حرف زده میشه، از گسترش داعش حرف زده میشه، تیارای نامعلوم در مناطقی که داعش از اونجا اکمالات میکنه. اگه این چیزا را یک جای بایی ببینیم، یک پیشنهاد واقعی است یا نه؟ استاد، من که به این معتقد هستم که عمدتاً اونمو تو که امریکا در حقیقت سیاستهایش بسیار مغلق و پیچیده است، خود آقای ترامپ هم بسیار مغلق و پیچیده است. برای از این که من میفهمم که آدم اقتصادی است، قبولش میکنم که یک میلیاردر است، ولی از لحاظ سیاسی و حرکاتش حرکاتهای بسیار چیزهای دیگر انجام میبینه. در اینجا عمدتاً حال فعلا سیای از دو امتیاز آمریکا و پنتاگون و در پالوش هم رهبری زیرزمینی آمریکا با اسرائیل عمدتاً استراتژی‌های متفاوت در جای متفاوت تطبیق میکنند. در خط ابریشم عمدتاً زیادتر انگیزه سیاسی مطرح است تا انگیزه اقتصادی، برای از اینکه آمریکا هیچ گونه حرکات اقتصادی رو در این مطرح نمیکنند. دین ما نداره که فروش انگیزه سیاسی تنها مؤثری چین است و یا رقابت کلانی که با چین از طریق مؤثری بسیار نرم چینایی ها و کاهش تقاضای این کشورها به کالای چینایی در حقیقت به هدف اقتصادی خود رسیدن است. ما نداره که هدف اقتصادی از اقوام متحده آمریکا در شرق آسیا کاهش فشار چینایی ها با فشار کالای چینایی در این کشورها منیسه، یک کشورهایی که استراتژی کلان دارن و در حقیقت یک روابط استراتژیکی دارن برای از امتیاز آمریکا دارن و در حقیقت نقاط قوی آمریکایی ها در این منطقه نشان میدن تبارز میکنن. شما ببینید در شرق میانه برن، در شرق میانه عمدتاً مسئله اقتصاد مطرح میشه، ولی نه مسئله اقتصاد سرمایه گذاری رشد یابنده یک کشور کلان مانند عربستان سعودی. در اونجا مسئله فروش مطرح میشه و بازار فروش اعضای متحده آمریکا در اثر فشار سیاسی که انجام میشه یک بار دیگر در خط نمو قرارداد 1971 که دیپلماسی دوم دلار است تطبیق میکنه. در دیپلماسی دوم دلار، موقعی که دلار از میان صندوق خارجی بین المللی از میان برداشته میشه، دلار میره که سقوط کنه، وزیر خارجه آمریکا میاد در عربستان سعودی، دیپلماسی دوم دلار مطرح میشه و این که ما شما لطفاً تمامی طلای سیاه که نفت است به دلار بفروشین یک کرنسی و ما تضمین دوام سلطنت سعودی را انجام میدیم. یک بار دیگه انجام میشه و در حقیقت با فروش 110 میلیارد 250 میلیون دلار که تنها تحفه میتن عربستان سعودی، در حقیقت دوام یا تضمین دوام مطرح میشه و دلار مطرح میشه و تضمین دوام سودی ها مطرح میشه، در حالی که ای از لحاظ اقتصادی مطرح که بازار فروش شد و در وقتی که در اسرائیل میره کاملا مسئله سیاسی مانند جاندار منطقه را او رو تایید میکنه و از لحاظ سیاسی و تحریم اقتصادی رو چینایی ایرانی ها را فشار میده. من فکر میکنم فشار دادن ایرانی ها نه فشار دادن روسا است، نه فشار دادن مسئله سوریه است که در حقیقت مسئله سیاسی مطرح میشه. آمریکایی ها منیست یک کشور کلانه که دور از تمام کشورهای دنیا قرار داره و در دو جنگ دوم جهانی با وجود که برنده بوده و بسیار فعال، هیچگاه یک فایر هم به بالایش صورت نگرفته، در حقیقت یک نوع حرکت اقتصادی کلان خودشان را دارن، بازار کلان آمریکای لاتین و همچنان کانادا همراهش است و اروپای غربی هم در حقیقت نوع گودی های است که به دست از امتدی آمریکا است. بله، این گودی ها به دست آمریکا خواهد ماند یا نه؟ امیالی ببینن در منچستر حمله صورت گرفت، حملات توریستی عمدتاً بسیار آسان است که به اروپا سرایت کنم در این رقابت. پس اگر امریکا از بازی های سیاسی و استخباراتی استفاده میکند به خاطر رقابت اقتصادی خود، این به نفع اروپا خود بود؟ اروپا با آسیا و چین نزدیک خواهد شد یا با کمکان با امریکا باقی خواهد ماند؟ من شما خنده نکنید، بیننده من خنده نکنم، من یکان وقت یکان گپا در فکر میگرده، یکان وقت فکر میگرده که آیا میشه که کاملا رد بکنیم ای که شاید عملی تروریستی از جانب یک کشور بزرگ دیگه چون امریکا سازمانی نشده باشه. اگر قبول بکنیم که سازمان های کلان
که حال در قطع نوع حرکت های به گفته خودشان تروریستی را انجام میتن، تمویل میشه از جانب یک کشور دیگه و ایجاد میشه در یک کشور دیگه. من میگم باز تعداد زیاد عملات تروریستی هم چنین کار را انجام میشه. مثلا در افغانستان فقط 3 روز پیش دوستای ما که رفتن غزنی، در اونجا دوستا آمدن برای کلاشنکوف و موترهای لنجر و کالای نظامی تاشون کردن، دولتی ها را بردن، دیدن که کلی گپاش گپای آمریکایی بوده. از این من میگم که شاید هم چنین کار انجام بده که عقل قاصر ما شد نتیجه نده. ولی من فکر میکنم که این عملات باعث میشه که زیادتر اروپایی ها را پس کنه همراه آمریکایی ها و آمریکا فشار وارد کنه که در صورتی که من برایتان همکاری نکنم از این چیزا زیادتر شما خود دیدین. از این من فکر میکنم که در اروپا یعنی این خود یک نوع اجبار به وجود آمدن یک اجبار است که امریکا را اروپا را با خود نزدیک می‌سازن. بله. این تا چی وقت دوام خواهد؟ یعنی تا مدت زمان زیادی ممکن است که اروپا تحمل کنه؟ یک چیز من پیش از اینکه بگویم یک سوال بسیار جالبی از سرم میاد که تا چی وقت داعش بود و بعد از او داعش منعیسی یک دشمن دموکراسی دنیا مطرح شد؟ تا وقتی روسا حمله نکرده بود. بعد از اینکه روسا حمله میکنند آمریکایی‌ها میگن که چنین چیزی است و انتقالش میتونه اینجا. از این روز من میگم که عمدتاً فکر نمیکنم که اروپایی ها حوصله جنگ های طولانی خودشان رو داشته باشند. از این لحاظ حتی اینا حوصله ادامه دادن 2% GNP خود برای ناتو هم ندارن. از این خاطر آقای ترامپ قلمقالش برامده برای ازی که او تیوری و اساسی که اصلا آمریکایی ها در حقیقت ایجاد یک دشمن قوی و با اساس از او تقویه و فروش کالاش او را از بین رفته. دیگر روسیه دیگر شوروی نیست. روسیه بسیار حالا خالد در حقیقت حرکات بسیار جنگوار نمی کنه. ترس که از شوروی اتحاد در اروپا نیست. حالا از روسیه نیست. تنها از ما خودت به تنها پولند 3000 عسکر آمریکایی را به خود قبول کرده و تعدادی از آدمای دیگره دیگر آلمان فرانسه و دیگر رابطه های خود داره نمی زینا که فشار نباشه خلاط خود نگاه میکنه اینا. از این همین ولی پولوش هم روسا دیگه ترس یک برقادت کلان دیگه که چینایی هم قابلش قرار داشته باشه و یه همیشه متوجه چین باشه دیگه نیست. این داخل یک چومدن در خود اینا حتی نزدیک شدن، حتی بله حتی تمرینات مشترک نظامی رو انجام میتن و نزدیک شدن، هدف ها بسیار نزدیک شده و دیگه کدام مزله عراضی و دیگه پایی رو ندارن. و فکر معنی است که عمدتا روسا و چینایی ها تلاش میکنن که دنیا را نقاط اقتصادی رو با هم وصل بکنن زیادتر. روسا هم رخمندی جنگ با کم کشور ندارن برای از اینکه رسما نمیکنن کارا و توان ادامه جنگ کلان هم ندارن. چینایی هم چنین کار رو انجام میدن ولی آمریکایی ها از ترس از اینکه از 50 پایگاهی که اینا دارن یا 70 پایگاه من نمیفهمم که اما پایگاهی که دارن از ترسی که از دست نره چیگونه کار رو انجام بدن. من فکر میکنم که بازم قبول دارم که چینایی‌ها در افغانستان موقعی که اگه میان از طرف شمال خط آنها بر ما میارن یا خط ابریشم میگذرانن با صداقت نمیگذرانن به خاطر که چینایی‌ها در حقیقت است یک دوست استراتژیک پاکستانی هستن و پاکستانی ها بسیار اولویت دارن در افغانستان. ولی خط اگه بیایه چون خود آمریکایی‌ها در اینجا هست و آسان‌ترین راه به خاطر رفتن آسیای میانه است، اگر ما مدیریت درست بکنیم و پاکستانی‌ها کم اعتراض داشته باشن از اینا و ایرانی‌ها هم در حقیقت ما رو یالا یالا کنن و مداخله نکنن، من فکر میکنم که این بسیار خوب است. ولی روسا، ایرانی ها، پاکستانی ها و چینایی ها را نباید کم گرفت در افغانستان به خاطر که این نیروها نیروهای اساسی خود در درون افغانستان دارن. یعنی اگر این تمام قوت ها را دست کم نگیریم پس مدیریت خوب در افغانستان به چی ماناست؟ سیاست هایی که امیال مثلا اتکای مطلق ما سر امریکا و یا افغانستان باید چی بکنه؟ یک چیز متوجه باشین که ما در یک تار جلو گیر آمدیم و بسیار مشکل آمه است که تا از این تار جلو و از این چنگ خفاشکلان بیرون برایم. از این من فکر میکنم که خب اگر مدیریت بگیم ما واقعا مدیریت نداریم. برای اینکه مدیریت اون مشاخه‌های اساسی خود داره که ما متاسفانه در این مسئله نداره. میاره پاسان کنیم دولت افغانستان که چگونه برنامه داری در قبال خط جدید رای ابریشم و چگونه در خط هماهنگی کوردینیت انجام دادی در این خط ابریشم و چگونه شما
نوع سازماندهی را انجام دادن در این خط ابریشم جدید و چگونه میتودهای را به خاطر کنترل به کار می‌بریم و چگونه بجت را آوردن که هم پست کار بس ها که یکی از میتودهای کلان مدیریت است اینو ندارن. از این من فکر میکنم که موقعی که شاخه‌های مدیریتی را ما نداشته باشیم خب معنا داره که مدیر نیست دیگه، این معنا داره که ما متاسفانه ما در حقیقت او شاخه‌های اجرایی سیاست‌های از روی امتدی آمریکا در منطقه هستیم که مطابق به نسخه داده شده از اونا ما حرکت میکنیم و افغانستان باید نوی حرکت های تشنجی به وجود بیا و این حرکت های تشنجی حالا در حقیقت آمده به تساوی، یعنی ما فقط قربانی رقابت خواهد شدیم. این رقابت کدام فرصتی را با ما به وجود نمیاره چون نمیتونیم استفاده کنیم. چند روز پیشتر یک کتاب انگلیسی را میخوندم که نوشته بود صلاح‌الدین، در اون کتاب صلاح‌الدین قصه صلاح‌الدین ایوبی بود. صلاح‌الدین ایوبی بر تمام عسکرایش گفت که یک گفت بسیار خطرناکی است که در اورشلیم که حال بیت المقدس است در نمینجا این فرانکی ها که نمی سویا هستن اینا تعداد مسلمان ها را جذب کردن که این مسلمان ها در مقابل مسلمان های دیگه می جنگن و ایسایی ها هیچ کشته را می شدن و اینا هر روز یکی دارن می کشتن. و که حالا من فکر میکنم در افغانستان چنین چیزی است. آمریکا در موقف بسیار خوب برتر و کشورهای دیگه در موقف خوب برتر است، فقط در افغانستان پروبلمی که وجود داره ما بین خود پروبلم داره ما میکشیم. شما چند تا پاکستانی، چند تا عربی، چند تا آمریکایی، چند تا چینایی، چند تا روسی در افغانستان کشته میدن؟ ما روز 100 نفر تنها عسكر روز 100 نفر افغانستان عسكر 100 تا اپوزیسیون 100 تا ملکی 300 تا مانه 18000 نفر، یعنی من میگم در حقیقت ملل متحد میگه مانه 18000 نفر یا 18000 خانوار در سوگ عزیزانشون در افغانستان میشینن که سال 100 چند هزار نفر میشه. از این من فکر میکنم که ای در افغانستان نمیشه که افغانستان باید اول مدیریت که مدیریت بگیم، اول باید ما رهبریت درست و در حقیقت نوع زعامت که بتونه در حقیقت زیاد متوجه مردمش باشه تا زیاد متوجه منافع ملی کشور دیگه وجود داره. ما میخوایم که در اینجا وقت ما آقای کرزایی گفت که بگو منافع ملی چیست، ما پرسیدم که آقای کرزایی که منافع ملی تون تعریف کنه، گفت که خودت تعریف کن. ما یک تعریف کردیم، گفت نه تعریفی که خیرالله خان که برای خیرالله خان تعریف کن، این خوکوی این خطو علمی میگی. ما چور زدم یک چیز پیدا کردم به اجازه شما، یعنی چیزی که آن فهم باشه برای بله من خودم پیدا کردم. میره من بگیم که منافع ملی تمام ارزش های مندرج در قانون اساسی هر منافع ملی است. این حالا اگر کسی را پیدا کردیم که یک ریاست جمهوری که تمام ارزش های مندرج منافع مندرج قانون اساسی را مانند که مانند مردم که چشم و قلب خودش دوست داشته باشه و تدبیر خود رو تطبیق بکنه، ما میگیم که مدقت مدیریت سر از مدیریت میکنیم. این مانا چی داره؟ مانا داره که در افغانستان اول باید ما تعهد ایجاد کنیم با تخصص، یعنی مانا داره تخصص متخصص بدون تعهد مانا وطن فروشی میشه. ما بسیاری وقت روشن فکرها رو دیدیم بسیار مادمای کلانه هستن ولی تعهد به کشورهای دیگه دارن و در حقیقت میتونه بسیار آرام کشور ما رو بفروشن. و یک آدم دیگه که متعهد است و جوالی است یک جریب زمین هم کسی پیش گرفته نمیتونه و در حقیقت جنگ های افغانستان مطرح شد که ما نمیمانیم کسی را با وجودی که چیز نمیفهمیم ولی کسی نمیمانیم. از این لحاظ اگر ما متعهد باشه کسی که سیاست مدار ما و در پسر تعهدش تخصص هم داشته باشه که دقیق قانون اساسی چیزهایی که از تطبیقش بکنه، من فکر میکنم که ما میتونیم که در این بازی که انجام میشه در میدان ما اقلا اگه گل نزنیم جلوگیری از گل خوردن کنیم. اگه گل نزنیم جلوگیری از گل خوردن کنیم. لیکن نانه خب سوال بسیار مهمی که شما مطرح کردین رول و نقش حکومت است. اگر حکومت خب شما گفتن در چنین وضعیت باشه که مطلقا اتکای ما سر امریکا است و جز سیاست های امریکا شمرده میشیم، پس از هیچ فرصت استفاده کردن نمیتونیم. اینال ملت مکلفیتی که ملت داره چیست؟ تابعی وضعیت باشن و یا مردم باید چی بکنن؟ ملت چی بکنن؟ امی یک وقت خوبی رو نمیگم که برای زی که تبین میشه باید که مگنی یک قصه از ملت داشتم ولی من میگم که دتن گناه ملت هم نیست به این معنی که در بعض موارد من فکر میکنم که در بعض جایی باید ملت ها خیزش خود انجام بتن، گپای خود باید بزنن، در جاده ها برن بیرون انتخابات خود انجام بتن، در پارلمان سر فریاد ها بزنن دو گپا. ولی در افغانستان همه فریاد ها خاموش است. شما در جاده برآمده نمیتونین، شما در مابین پارلمان بوده نمیتونین برای اینکه هر روز
تمدید شده میره چه کس پارلمان نمیتونن، شما در جای دیگه حرف زدن نمیتونن. از این لحاظ تمام اصل اساسی آزادی که بر از آزادی بیان باشه که در خط مرکز میراق گپو است، ما تنها در بعض تلویزیون ها دیدیم که چند تا آدم ها، شاید 2 تا 300 تا آدم ها در این یک تلویزیون هایی که وجود داره مردم میبینه میاره و دیگر ها در حقیقت نمیشنونده هستن که تقریبا پرسخند میکنن و لیاف از خود میکنن خواب میکنن فردا برای لقمنان میان. از این مظلوم ترین از مظلوم ترین قشر یا مردم دنیا نباید توقع کرد که با 40 ساله که ما را ضربه زده ما فریاد بکنیم. ما میگم که عمدتاً خب یک مقاومت باید انجام بدیم، ولی وظیفه او روش هم فکرهایی که از درون افغانستان میخیزن و از درون افغانستان خونشون از درون افغانستان است و در خط عاشق کشور است، اخرا چیز اگه نمیتونن باید چیز رو بگوین و چیز رو بنویسن و چیز رو بوجود بیارن. متاسفانه که چیز رو مردم نباید از ما دلگیر شوه. ما سالهای زیاد را به می نقیم خواد بودیم، مثل کوریا جنوبی واره، مثل مالزیا واره، سنگاپور و اندونزیا واره، مثل عربستان سعودی واره. ببینید در عربستان سعودی مردم شور خوردن نمیتونه، ولی رهبری تمام در کشور اسلامی کلش هم اینطور است. چند تا کشور اسلامی است که رهبرای ارتجایی ندارن و از مردمشون فکر میکنن. باقی مونده تمام کشورها دار رهبری ارتجایی هستن که بر مردم خود ظلم میکنن به خاطر منافع ملی کشور دیگه. تا که مردم سر تغییر رهبری و ایجاد رهبری ملی فکر نکنن، هیچ فرصتی وجود نداره که ما از او استفاده کنیم. بله، هر فرصت به یک چالش تبدیل میشه. ولی رفت نه بین مردم، مردم یاد داد. بله. از امید از است که کشورهای غربی یک کار بسیار چالب بسیار کلان زدن. ما بهترین جای مسجد داریم، در هر هفته تعداد 100 تا 200 300 تا نفر از مسجد جمع میشن. ما می مسجد روز جمعه مدنی نیست، اینا میگن بر ما، می خودشون که کلیسا روز جمعه مدنی هست ولی مسجد ما نیست. بله، از این ما میگیم که به مولا را بگیم که شما می کار را انجام بدین. بین استادا رو بگیم که معلمین و استادا را که در صف حداقل 5 دقیقه تونه راجع به وضعیت گپ بزنن که ما چگونه تاریخ دادیم، چرا تاریخ ما را از بین میبرن اینا. حضرت من فکر میکنم استاد که حتی در بعض موارد شما را کمک میشن و من یک چیز برشون میگم که با وجود را کمک هستیم، با وجود که گپا وجود دارن، ولی کشور کشور است که ممکن ناممکن، ناممکن ممکن میسازه. اینی کشور از این لحاظ از ممکن شدن بعضی گپا رهبری و امریکا باید کمی راسک خود داشته باشن که میشه که این ممکنه رو که فکر میکنن ما گفتیم که ممکن میسازی و کی میسازه اونو قشه بازی هم امریکا و همی رهبری که آلی وجود داره. امریکا هم مال که مخته میگم که در قد سبدان ممکن نیست که ملتی وضعیت تا زمان زیاد تحمل کنه. من معتقد به یاسم دعوت و تکرار که مال تکرار میکنم که بهترین دموکراسی رو امریکا داخل دانون خودش داره. عدالت حتی تا عدالت انجام دادن، ولی امریکا مستبد جهانی است، استبداد جهانی انجام میدن. تمامی کشورهای همسایه ما هستن استبداد منطقی انجام میدن. چین استبداد منطقی انجام میده، روسیه استبداد منطقی داره، ایران استبداد منطقی داره، پاکستان در سند ایجاد استبداد منطقی است، هند استبداد منطقی میکنه که در ستلایت هایشان عربستان سعودی و غیره و غیره. این مانند قدرت در جایی که برسه استاد، در جای قدرت باشه استبداد میه و میتونه که طرف مثبتش باشه مقاومت انجام شه. ما میگیم که در جایی که تا منابع قدرت ایجاد نکنین شما حرف زدن نمیتونین. منابع قدرت در دست مردم است. در دست مردم است. بسیار زیاد تشکر. خدا شما کنم درست گران لدن کو تاسون هم منانو ترس پوریم سروی لاتون که بحث پوریم دست پارو. الله مومر.